زهره فکور صبور یکی از بازیگران بی‌حاشیه و پرطرفداری بود که خبر فوت اون شوک بزرگ و عجیبی رو در بین آحاد جامعه و طرفدارانش در پی داشت. حدود 3 سال از این ماجرا میگذره و همچنان ماجرای خودکشی این هنرمند برای خیلی ها حل نشده باقی مونده. اما به تازگی جزئیات تازه‌ای از این خودکشی و با حضور پسر جوانی در مرکز این پرونده، بار دیگه این ماجرا رو داغ و وارد مرحله جدید و عجیبی کرده. در ادامه این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. شب 10 اسفند ماه 1400 پیکر بیجان زهره فکور صبور توی منزل مسکونیش در خیابان دولت تهران توسط همسرش کشف شد. در خبرها نام همسر زهره فکور صبور اعلام نشد، اما گفته شد اون تهیه کننده سینما و تلویزیونه و زهره فکور صبور همسر دومش بود. به گفته همسر زهره فکور صبور، بعد از بی پاسخ موندن تماس‌های متعدد اون و مادر زهره با خانم بازیگر، اون راهی محل زندگی زهره شد که در اونجا با پیکر بیجان همسر خودش مواجه شد و با سرعت با اورژانس تماس گرفت. اما از اونجایی که زمان زیادی از مرگ زهره فکور صبور گذشته بود، تلاش تکنسین‌های اورژانس برای احیای اون بی‌نتیجه موند. در کنار پیکر خانم فکور صبور چند ورق قرص آرام بخش کشف شده بود. به همین خاطر گمان زنی‌هایی درباره خودکشی اون مطرح شد، موضوعی که از سمت پزشک قانونی تایید نشد. پزشکی قانونی در گزارش خودش درباره علت درگذشت خانم فکور صبور اعلام کرد توی معاینه ظاهری و کالبد شکافی صورت گرفته علائم و شواهدی از آثار ضرب و جرح یافت نشده و تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات سمشناسی و آسیب شناسیه. با این حال نتیجه نهایی بررسی ها به طور رسمی اعلام نشد. خانم فکور صبور چند روز قبل از این اتفاق به عنوان مهمان توی برنامه تلویزیونی زنده رود شبکه اصفهان شرکت کرد و تنها ساعتی قبل از فوت ویدیویی از حضور خودش توی این برنامه رو در اینستاگرامش منتشر کرده بود. اون در آخرین مصاحبه تلویزیونی خودش گفته بود: خدا رو شکر خیلی اتفاقهای خوبی برام افتاد، اما کلن از بچگی دنبال یک زندگی آروم و بی دغدغه بودم. اگر به 25 سالگیم برمیگشتم، اصلا و ابدا بازیگری رو انتخاب نمی کردم و به جاش ازدواج می کردم و بچه هام رو بزرگ می کردم. اگر هم یه روز بچه داشتم، اصلا نمیذارم وارد این حرفه بشه. اما حواشی درگذشت زهره فکور صبور به اینجا ختم نشد و این اتفاق باعث شد تا نام امین فردین بار دیگه بر سر زبون‌ها افتاد. یه خبرنگار مستقل ساکن آلمان که در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام فعالیت داره و در سالهای اخیر به واسطه افشاگری‌های خودش درباره شاخ‌های مجازی و سلبریتی‌های ایرانی به شهرت زیادی دست یافته. امین فردین قبل از درگذشت زهره فکور صبور شایعاتی رو درباره زندگی شخصی اون مطرح کرده بود که بعد از مرگش باز هم بر اونها تاکید کرد. به همین خاطر بعضی کاربران بر این باور بودند که امین فردین در خودکشی خانم فکور صبور نقش داشته و شاید اتهاماتش باعث شده بود این بازیگر به یک باره تصمیم به خودکشی بگیره، موضوعی که در واکنش‌های اینستاگرامی بعضی از دوستان و همکاران خانم فکور صبور به مرگ اون هم مشهود بود. این روزنامه نوشته بود: با پیدا شدن جسد زهره فکور صبور، بازیگر معروف سینما و تلویزیون در آپارتمانش، تحقیقات تیم جنایی پایتخت برای کشف ابعاد بیشتری از این حادثه شروع شده. شامگاه سه‌شنبه 10 اسفند ماه وقتی تلفن قاضی محمد رضا صاحب جمعی بازپرس جنایی تهران به صدا در اومد، یکی از افسران کلانتری قلهک از پشت خط گزارش مرگ مرموز زنی جوان رو به اون اعلام کرد.
به گفته افسر پلیس، متوفا زهره فکور صبور یکی از بازیگران سرشناس تلویزیون و سینما بود که جسدش در اتاق خواب پیدا شده و در نگاه اول مرگ اون مشکوک به نظر می رسید. بعد از این تماس بود که بازپرس جنایی تهران به همراه تیمی از ماموران تجسس پلیس آگاهی تهران در محل زندگی بازیگر جوان که طبقه چهارم ساختمانی مسکونی در حوالی قلهک بود حاضر شدند. در ادامه تحقیقات معلوم شد اولین فردی که با جسد مواجه شده بود همسر خانم بازیگر بود. اون تهیه کننده سینما و تلویزیون و متوفا همسر دومش بود. این مرد که به شدت از مرگ همسرش شوکه شده بود وقتی کمی آرومتر شد به قاضی جنایی گفت همسرم به تنهایی در این آپارتمان یا همون محل حادثه زندگی میکرد و من آخرین بار روز یک شنبه اونو دیدم. اون روز سر حال بود و مشکل خاصی نداشت. آخرین تماسمون هم به روز دوشنبه برمیگرده، یعنی یک روز قبل از مرگ همسرم. از مسائل روزمره گفتیم و بعد از اون خداحافظی کردیم تا اینکه عصر سه‌شنبه و ساعتی قبل از پیدا شدن جسد همسرم مادرش به من زنگ زد و در حالی که پریشان بود سراغ دخترش رو گرفت. با اطمینان به اون گفتم حالش خوب و توی خونه است، اما مادرش نگران بود و میگفت ساعت 2 ظهر که باهاش صحبت کرده به نظر میرسیده حالش خوب نیست و گریه میکرده. وقتی اینها رو از زبون مادر همسرم شنیدم دلشوره عجیبی به جونم افتاد. مادرش میگفت دخترش به شدت ناراحت بوده و بعد از اون هرچی به موبایلش و تلفن خونه زنگ زده جوابش رو نداده. اون توی شبکه‌های مجازی هم آنلاین نشده و این مسئله نگرانی من و مادرش رو بیشتر می‌کرد. ایشون ادامه داد بعد از این تماس چندین بار با همسرم تماس گرفتم، اما همه زنگ‌ها بی جواب موند. سراسیمه راهی محل زندگی شدم، اما وقتی به مقابل آپارتمان رسیدم هرچی زنگ زدم در رو باز نکرد. با کمک سرایدار وارد آپارتمان شدیم و با دیدن پیکر بیجانش توی اتاق خواب به شدت شوکه شدم. هرچی صداش زدم جواب نداد و سرایدار هم به اورژانس زنگ زد. وقتی اورژانس رسید عملیات احیا رو انجام دادن، اما لحظاتی بعد گفتن که چون زمان زیادی از مرگ گذشته تلاش برای نجاتش فایده‌ای نداره. این مرد گفت اون چه رو که میشنیدم باور کردنی نبود و نمیتونستم مرگش رو باور کنم. اون داغ بزرگی بر دل همه ما گذاشت. همسرم زنی آروم و مهربون بود. اون هیچ مشکلی نداشت و زنی شاد بود. همسرم دچار بیماری افسردگی هم نبود و اونطور که میدونم هر از گاهی به خاطر اینکه خوابش کم بود قرص خواب مصرف میکرد. از طرف دیگه هم ما هیچ مشکل و اختلافی با هم نداشتیم و رابطه ما خیلی خوب بود. در بازرسی از خونه دست نوشته‌ای پیدا نشد. همچنین علائمی از درگیری و به هم ریختگی به چشم نمی‌خورد. در کنار جسد خانم بازیگر بیش از 10 ورق قرص پیدا شد که نشون میداد حدود 100 قرص آرام بخش خورده شده. با تایید خودکشی خانم بازیگر پروندهش در دادسرای امور جنایی پایتخت به دستور بازپرس شعبه 6 این دادسرا بسته شد. در حالی که بیش از 2 سال از این ماجرا گذشته بود، مدتی قبل مادر زهره فکور صبور به دادسرا رفت و گفت درسته که دخترم خودکشی کرده، اما شخصی اون رو ترغیب به خودکشی کرده و من از اون به همین اتهام شکایت دارم. اون ادامه داد این شخص رابطه بین کارگردان‌ها و بازیگرانه، به طوری که بازیگرها رو به کارگردان‌ها معرفی می‌کنه تا تو فیلم‌هاشون بازی کنن. تا اونجایی که میدونم اون دخترم رو به کارگردان‌هایی معرفی کرده بود. دخترم باهاش ارتباط کاری داشت و میدونم اون شخص دخترم رو تشویق کرده بود که خودکشی کنه. با شکایت مادر خانم بازیگر فقید به دستور بازپرس گودرزی پسر جوان به دادسرای امور جنایی پایتخت احضار شد، اما توی تحقیقات گفت
من واسط بین بازیگران و کارگردان ها هستم و زهره فکور صبور رو هم توی چند فیلم و سریال به کارگردان ها معرفی کردم، اما هیچ اختلافی نداشتیم که اون رو به خودکشی ترغیب کنن. در ادامه تحقیقات هم هیچ مدرکی به دست نیومد که نشون بده پسر جوون توی این موضوع نقش داره و خانم بازیگر رو ترغیب به خودکشی کرده باشه. به همین ترتیب به دستور بازپرس جنایی قرار منع تعقیب برای پسر جوان صادر و پرونده هم برای دومین بار مختومه شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.